میگویند کشتی شکسته مثل شما میگویند کشتی شکسته عاطفه بیشتری داره یعنی کشتی نشسته حالا باد حالا نیاد یه دقیقه میاد فردا میاد بالاخره میره ولی کسی که کشتی شکسته خیلی سخته عاطفه بیت قوی تره یعنی ما کشتیمون شکسته هر لحظه اگه باد نیاد دیگه بیچاره ایم دیگه کار تمامه ای باز زود بلند شو که ما دیگه راهی نداریم کشتیمون شکسته و اگر یه ذره یه کمی دیر بیایی biraz geç kaldın, biz daha işimiz bitti. Umrumuz bitti. Biraz geç kaldın. Eğer یه کم دیر کنی دیگه عمر ما تمامه. پس میگن کشتی شکسته عاطفه بیت یه کمی قوی عاطفه منتره خورده بیشتر آدم اسم میکنه این ای باد شورته چه حسی درشه کشتمون شکسته راه دیگه نداره و گفتم به شما بعد میگوین بعضی شکسته خوانند بعضی نشسته خوانند چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را حضور استیرو حضور دیرو حافظ یک بین میرو انگیسی میده میشه چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را نظر خودتون نفرمودید من هم حس میکنم اون کشتی شکسته هر دوتاش درست من کشتی شکسته عاطفه قویتری داره این آدم حس میکنه دلش آدم بیشتر میسوزه یعنی شاید باید اون حس عاطفیش رو قوی‌تر نشون بده چون وقتی کشتی نشسته بیشتر از نظر فلسفی و تحقیق درسته کشتی نشسته است چون شکسته میاد ولی که اینجا عشق ولی اون که کشتی نشسته عقل که بگذه فلسفه و فکر بزنیم که عاطفه حس اینجا قوی‌تره که کشتی شکسته و اگر یه ذره دیر باد بیاد یه کارمون تمامه مخصوصا بیت بچه میگه ده روز مهرگردون افسانه است و افسون مهرگردون چون بلند این شعرهای حافظ معانی گوناگون دارد یک بیت ده معنی بیست معنی اون خیلی معنی دارد یک روزی درباره زیبایی شناسی برای شما صحبت خواهم کرد زیبایی که این بیت ها چقدر زیباست پس هم میگه مهرگردون مهر یک معناش یعنی خورشید بیر معناسی گنش معنیسی داره اما باشگاه معنیسی مهربانی مهر سوینی شفقت بیر معنیسی باشگاه معنیسی داره مهر گردون گردون رو که گزیر گزیر مهر گردون خورشید که میگرده و بیر معنیسی ده بوده بو گردون یعنی فلک فلکین شفقتی ندر؟ یالاندر فلک نه شفقتی با ده روز مهرگردون افسانه است و افسون بلا تامس افسانه در بلنم حقیقتی یک گرچگی یک بلنم دوغرو دهی ده روز مهرگردون افسانه است و افسون بل روز این روزگار این ده روزه یعنی چون آزده اون گرم آزده ده روزه دو روزه پنج روزه کنن یا چهار روزه، پنج روزه، در روزه نه، مهندسه چوب هزدی گشد، در روز نه کدر دید، اون گرد، اون گرد، اونجا بز برده سیزی گردید، اون گزمز کپلدی، آشتی گرد، اون گرد گشدید، ده روز گذشت، چشم باز کردون بست، ده روز مهره گردون، افسانه است افسون، حالا که روزگار اینقدر نامهربانه است، فلک اینقدر بد است، فلک اینقدر بد است پس نیکی به جای یاران فرصت شما سید در فرصت دار فرصتی کچه می ندید نسید؟ نیکی یعنی یاردن جیورماق یاردن میزماق نیکی به جای یاران به جای یاران او بیر بیرده او آرکادشلرین حقنده نیکی به جای یاران یعنی آرکادشلرین حقنده یاردم ادین ایلیک ادین ایلیک نیکی بوده ایلیک معنی ایلیک ادین ایلیک یاپمک فرصت میده اون فرصت فرصت شما یارا نیکی به جای یاران فرصت شما یارا بود زمان چوک آزده فلک گردون چوک هزلی گزیو چوک هزلی گزیو پس نی شیمدی که بولادر
الان که حالا که اینجوری از راه دیگری نیست، پس نیکی به جای یاران، فرصت شمار یاران. فلک اون رو سن کنم جمله مدر که بیر سنایی بیر شاعر دوی بزن سنایی خیلی شد مجددین سنایی onun bir şehri var, çok güzeldir. O eski, bizim eski şairlerde o her iş bu dünyada her ki her yapır dedi bu felek işidir. Evet. Ha, siz de işe düşeriz. Siz de eski metinlerde var mı? Bu her büyük bir kahpe felek. Ha, kahpe felek. Ha, bu da bir soğuştur, bir kötü kötü sözdür. Kahpe felek. Kahpe felek. Çok. Felek. Şimdi sanayi de bu söylemiş ki bu felek bir canavar gibisidir. Canavar gibidir. Bir gözü var. O bir gözü de bu burada başı nedir? Nedir? Başı basın nedir? O görmüyor. O yeri görmez. Ve elini getiriyor. Yani burada bir kendisi bir kez getiriyor. Apırıyor yukarı yukarı götürüyor. Oh! Yukarı yukarı götürüyor. Aa bu ki nedir bu? Kimdir bu? Neden ki bunu götürdü? Bunu varar yere bir kimse de getiriyor, yapılıyor. Bir felek kördür, görmüyor. Ha? Felek bişuur yek çeşmez. Çok güzel bu şey. Siz söyle lütfen işitin. Felek bişuur yek çeşmez. On hem ender miyan sar dارد. بعد چندی کف آورد به زمین خرکی را ز جای بیر اشد getirir. اشد. خرکی را ز جای بردارد. بردش تا رسد به اوج فلک. görmür ki. اونه که گیدیو کار اونه görür. اما زمان görür. بردش تا رسد به اوج فلک. چون ببیند که شکل خر دارد زندش بر زمین و دیگر بار خر دیگر ز جای بردارد. بوده سنایی سوزیده شیر سنایی. خیلی خوب سنایی میشه سیاسی بود. خسته کردم شما را ببخشید امیدوارم که حقتان را حلال کنیم و امیدوارم که باز هم همدیگر را ببینیم لطفاً آفرین بر شما غزل هفته آینده همین غزل را ادامه میدهیم و این غزل ساقی به نور باده برافروز جام ما ساقی به نور باده برافروز جام ما مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما لطفا در اینترنت در دیوان حافظ ندارید ولی تو اینترنت شما همین مصرع بزنید گوگل برای شما میاد تو گوگل گوگل ده آره آره سید با مصرعی از این گوگل ده بودش ساقی به نور باده برده ده باده ده نور باده بادنی نهی؟ نور به نور باده برافروز جام ما شیمده هر قزنده گرون باده بار جام بار نور نده و پیاله در ما در پیاله اکس رو خیار دیده ایم ساقی به نور باده برافروز جام ما مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما لطفاً این غزل را لطفاً این غزل را در خانه بخوانید خودتان بخوانید یک کمی روش فکر کنید حالا از بر کردید که خیلی خوبه از برم نکردید ولی کاملاً آماده باشید ما اینجا با بحث میکنیم شما یک کمی با یک مطالعه بیایید من به شما یک سازه بی سوز بردم او گچن هفته ده سازه سوز بردم فیلم نه ایده با سوز؟ فیلم فیلم؟ آه فیلم گردم من برده ده فیلم بار اما او سوز دیدم اگه با اگر درست همراه باشید همراهی کنید یعنی غزل رو بخوانید سر کلاس هم گوش بدید خیلی طول نمیکشه که حافظ و کاملا خواهید شناخت و بعد شعرهای حافظ برای شما خیلی آسان خواهد شد انشاءالله اگر من زنده بودم شما که انشاءالله زنده هستید اگر منم زنده بودم
ما می توانیم این درس را ادامه بدهیم سال آینده پاییز سن بهارده گلو روز کنن زمانده کش گلو روز برد حافظ کنن دوامی درست و اینقدری که دیگه کامل حافظ را بتونیم بفهمیم انشاءالله من در خدمت شما هستم موفق و پیروز و سربلند باشم.